سلام، خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. من علی هستم و بهتون کمک میکنم که ادیتای گیمینگ رو با افتر افکت بزنید. بچه‌ها، این آموزشی که میخوام براتون بسازم خیلی کاربردیه و کسایی که میخوان تازه شروع کنن ادیتو خیلی براشون مفیده و کسایی هم که ادیتور هستن بازم برای اونا هم خیلی خوبه. خب دوستان، اگه کانال ما رو سابسکرایب نکردید، کانال ما رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله رو هم بذارید روی حالت آل تا هر موقع من ویدیو میذارم شما مطلع بشید. لطفا بچه ها نظراتتون هم برام کامنت کنید. لطفا کامنت انگلیسی هم بذارید تا ساباتون نریزه. بدون معطلی بریم سراغ آموزش. خب دوستان نگاه کنید، خیلی از شماها به من میگید که چه پلاگینایی نصب کنم یا چجوری نصب کنم، اصلا چه برای شروع ادیت گیمینگ چه پلاگینایی اصلا نیاز هست که باید نصب کنم. خب ببینید، پلاگین اول، پلاگین من بهتون پیشنهاد میدم، پلاگین سیبر هست. ببینید، برای شروع کار خیلی از تکس ها رو اگه دیده باشید به صورت نئونی یا مثلا به صورت آتشی در میارن که خیلی از پریست های مختلفی هم داره. شما میتونید به راحتی با افکت سیبر خیلی قشنگش کنید یا مثلا دور اون گانا رو مثلا همین افکت رو بزنید و حالا من بهتون نشون میدم. ببینید اینجا یه دونه کریت ماسک و فرامتکس رو که بزنید یه دونه ماسک براتون ساخته میشه. بعد اینجا یه دونه افکت سیبر رو میندازید تو قسمت کاستوم کور لایر ماسک و اینجا هم مقدار گلو انسیتیش رو کم میکنیم. خب ببینید الان افکت ما ساخته شد. حالا پریست های مختلف داره، آتشی داره که من این مقدارش رو کمتر میکنم تا شما متوجه بشید. ببینید دوستان، این پلاگین سیبر و این تکس هم میتونم بیارم بذارم بالا و حالت های خیلی مختلف دیگه هم داره مثل نئون. ببینید به این صورت، خیلی از ادیت های که دیده باشید ادیتور رو میزنن همین افکت رو استفاده میکنن، دوره گان ها، دوره نمیدونم کاراکتر، خیلی جاها میتونید ماسک کنید و استفاده کنید. حالا من آموزش کامل این افکت رو بعدا توی یه آموزش دیگه میسازم. خب دوستان نگاه کنید، پلاگین بعدی پلاگین سافایر هست که شما به راحتی میتونید افکت های خیلی قشنگی رو بزنید و ببینید وقتی که شما نصب میکنید اینجا تو قسمت افکت ها گزینه های سافایر اینجا اضافه میشه و میتونید این افکت ها رو بندازید. مثلا ببینید من یه نمونهش رو میندازم S invert، ببینید اینا رو مثلا برعکسش کرد. یا مثلا گزینه S رو که سرچ کنم یه دونه underline بزنم برام میاره. ببینید الان اینجا مثلا آورده S blur، مثلا افکت هایی که کاربردی است. S deotone مثلا میاد، دو تا رنگ رو انتخاب میتونید بکنید، دو رنگش کنید. من الان یه دونه ادجاستمنت مثلا میسازم مینازم روی این، ببینید رنگ ها رو به این صورت در میاره، قرمز مثلا، اون یکی رنگ هم سفید مثلا، یه نارنجی مثلا، آبی مثلا، به این صورت در میاره و خیلی پلاگین کاربردیه و خیلی از افکت ها رو داره که شما میتونید دونه دونه این افکت هایی که با حرف S شروع میشه رو بندازید و تستش کنید. و همین کلمه سافایر هم اگه شما سرچ کنید توی گوگل میتونید میاره براتون و دانلود کنید و نصبش کنید. خب دوستان نگاه کنید، سومین پلاگینی که میخوام بهتون معرفی کنم پلاگین BCC هستش. ببینید BCC رو وقتی نصب کنید دوباره مثل سافایر کلمه اس میومد، این یعنی کلمه BCC میاد اولش و کلی افکت داره که میتونید اینا رو تستش کنید و بندازید روی سوژه‌تون ببینید به چه صورت در میاد. مثلا من هالفتون رو که بندازم به صورت مثلا دونه دونه در میاد. ببینید الان من افکتش رو میندازم به این شکل در میاد. یا مثلا افکت های دیگه هم اگه بخوایم بندازیم، یکی دیگه هم تست میکنیم، مثلا موشن بلر، ببینید به این صورت درش میاره و میتونید حالا با مقداراش هم بازی کنید و حالتاش رو عوض کنید ببینید چه جوریه. پس پلاگین BCC هم حتما نصب داشته باشید. خب دوستان نگاه کنید، پلاگین بعدی که میخوام بهتون معرفی کنم پلاگین دیپ گلو هستش که اینم سرچ بزنید میاره و کافیه فقط همین دیپ گلو رو سرچ کنید و بندازید روی سوژه‌تون. ببینید این نورای خیلی قشنگی مثلا ببینید به این صورت میتونید در بیارید. من الان اکسپوژرش رو زیاد کردم، ببینید به این صورت رو هر چیزی که بندازید نورش رو زیاد میکنه. مثلا من اگه روی تکس بندازم نگاه کنید افکت دیپ گلو به این صورت، حتما این
این تیکش هم باید بزنید تا بک‌گراندتون رو نشون بده. و کافیه یکم اکسپوژرش رو مثلا دستکاری کنید تا اون درخشندگیاش بیشتر بشه. خب دوستان نگاه کنید، پلاگین بعدی که میخوام بهتون معرفی کنم پلاگین Element 3D هستش. مثلا من اینجا میزنم Easy Game TV. من به صورت کلی بهتون میگم تا یکم آشنایی پیدا بکنید و بتونید پلاگین ها رو نصب کنید و ببینید اصلا برای چی هست این پلاگین ها. ببینید من الان یه متن اینجا گذاشتم و میام یه دونه اینجا سالید درست میکنم و پلاگین Element 3D رو میندازم روی سالیدم. اینجا تو قسمت کاستوم لایر فقط لایه متنم رو انتخاب میکنم. ببینید گزینه سینک ستاپ و اکسترود رو میزنید. اینجا یه سری پریست داره، انوایرمنت داره که میتونید نورش رو تنظیم کنید. ببینید مثلا به این صورت یه سری پریست های آماده هم اینجا گذاشته، شما میتونید اینجاها رو تنظیمش کنید. اگه خواستید اسکلش رو زیاد کنید اینجا، نمیدونم اگه خواستید بچرخونیدش، همه چیزشو میتونید اینجا تنظیم کنید. بعد اینو اوکیش میکنید، بعد حالت لایتون 3D میشه. بعد میتونید از این تنظیماتی که اینجا داره باهاش ور برید و اون حالتی که میخواید و بذارید. مثلا روتیشن داره، نمیدونم حالتای متن میتونید عوض کنید به این صورت. حالا من اینا رو بعداً یه آموزش کلی در موردش میسازم. پلاگین بعدی که میخوام بهتون معرفی کنم پلاگین RSMB هستش. ببینید RSMB رو که وقتی که پروژهتون تموم میشه میتونید بنازید روی سوژه‌تون. یه بلر خاصی میده. ببینید وقتی تصویر ثابت باشه اصلا بلر نداره، موقعی که حرکت میکنه این بلر رو بهش اضافه میکنه که میتونید اینجا مقدارش رو بیشتر کنید. مثلا اگه خواستید خیلی زیادش کنید میتونید کم و زیادش کنید، میتونید دستگیرهاش رو ببرید بالا پایین و اون مقداری که میخواید رو تنظیم کنید. و به شدت این افکت سنگینه، همینطوری ننازید روی ادیتاتون و یا کلن یه دونه پروژهتون که تموم شد آخر سر بنازید، یا اینکه آخرین لایه که میخواید بنازید این RSMB رو بنازید، چون به شدت سنگینه و تایم رندرتون رو میبره بالا. خب دوستان پلاگین بعدی که میخوام بهتون معرفی کنم پلاگین تویچ هستش. ببینید تویچ باید جداگونه نصب کنید روی آفتر افکتتون و شما میتونید خیلی راحت باهاش یه سری نورای مثل اسفلیکر بسازید یا شیک بسازید یا مثلا بلر بسازید. ببینید و خیلی کاربردی این پلاگین. و مثلا من الان اینجا اگه لایتو بزنم ببینید یه سری نورا برام ایجاد میکنه. میتونم اینجا سرعتش رو بیشتر کنم، ببینید به این صورت. و میتونید مثلا شیک، نمیدونم رنگ و مثلا بلر بدید. این چیزایی که اینجا نوشته و همش کار میکنه. مثلا این تایمر که بزنم ببینید به این صورت میشه. و پلاگین خیلی خوبی. حالا من کلا یه دونه آموزش در موردش بعداً میسازم. بریم سراغ پلاگین بعدی. دوستان پلاگین بعدی که میخوام بهتون معرفی کنم پلاگین اومینو هستش که این پلاگین هم خیلی کاربردیه، برای گلیچ ساختن عالیه. ببینید مثلا میتونید از این افکت رو بنازید اینجا و تنظیمش کنید به صورت فریم به فریم، از این افکت های وان فریم گلیچ بسازید. مثلا دوتا از اینا میدازید اینجا، ببینید. حالا من میام مقدار این یکیشم تغییر میدم، یه ذره مثلا عوضش میکنم میشه یه گلیچ دیگه. مثلا اینجا میام یکمش تغییر میدم، یه دابلیکت الان گرفتم. مثلا اینجا رو میندازم، یه دونه دیگه از این اومینوها رو میندازم، مثلا اومینو کالورایزر رو میندازم، ببینید به این صورت. حالا اگه خواستید صورتش رو میتونیم بکنیم و خیلی خوبه برای ساختن افکت های وان فریم گلیچ و میتونید افکت های خیلی جالبی رو باهاش درست کنید. خب دوستان پلاگین بعدی که میخوام بهتون معرفی کنم پلاگین گلیچیفای هستش. این پلاگین هم پولی هستش و ببینید به این صورت میتونید این پلاگین رو بندازید و خیلی تنظیمات گسترده‌ای داره. این باید یه دونه آموزش خیلی مفصلی در موردش بسازیم. و فقط همینقدر بهتون بگم مثلا میتونید از این افکت‌های خیلی گلیچی خیلی خوشگل رو درست کنید. من الان هیچ تنظیمی انجام ندادم و اینا به صورت دیفالتش هستش و کلی تنظیم داره که میتونید حالتاشو عوض کنید. خب بریم سراغ پلاگین بعدی. دوستان پلاگینی که بعدی که میخوام بهتون معرفی کنم پلاگین فلو هستش و این پلاگین هم خیلی کاربردی هستش. ببینید مثلا من اسکیل میدم و میارم اینجا تا اینجا، مثلا همین چیزی.
ببینید اگه بخوام گرافش رو بیام اینجا تنظیم کنم، خب یکم وقتم تلف میشه و مثلا بخوام این ساعت مثلا دستگیره ها رو بگیرم از اینجا به اینجا بس کنم یکم زمان بره، ولی مثلا میتونید شما همین کار رو با پلاگین فلو انجام بدید. پلاگین فلو رو فقط کافیه شما نصب داشته باشید. ببینید مثلا من این دوتا رو که ساختم میخوام گرافش رو تنظیم کنم، میام اینجا و پلاگین فلو رو بازش میکنم. ببینید دوستان من آپدیتش هم می‌بندم که آپدیت نکنه، اینم اوکی می‌کنیم. ببینید دوستان یه سری اینجاها تنظیم داره، یه سری گراف داره اینجا آماده گذاشته که شما فقط کافیه که اینا رو روش کلیک کنید و گزینه اپلای رو بزنید. ببینید هم خودش ایزی F9 رو زد و گرافش هم تنظیم کرد. ببینید به این صورت. حتما باید این کیفریم ها انتخاب شده باشه تا اون گرافتون کار کنه. مثلا ببینید من الان میام اینجا یه سری خودم گذاشتم فلوی مثلا 3. ببینید گراف ها باید به این صورت تبدیل کنه، ببینید به این صورت که اینجا هم درست انجام داد. و این خوبی که داره هم سرعت کارتون رو میبره بالا، هم خیلی نظم خاصی به اون گرافاتون میده، مثلا همش رو یه جور در میاره، مثلا یکیش یه ذره پایین تر بالاتر پایین تر نیست و همه رو یه جور و منظم در میاره. خب دوستان این پلاگین هم که بهتون گفتم، ولی خب من کلا بعداً آموزش‌های بیشتری در مورد اینا می‌سازم و فقط به صورت کلی بهتون معرفی کردم که اینا رو برید دانلود کنید و نصب کنید. خب دوستان پلاگین بعدی که می‌خوام بهتون معرفی کنم پلاگین موشن برو هستش. این پلاگین هم خیلی عالیه، شما می‌تونید اینو دانلود کنید و نصب کنید و ترانزیشن‌های خیلی قشنگی رو می‌تونید روی سوژه‌تون اعمال کنید. خب دوستان نگاه کنید، پلاگین بعدی که میخوام بهتون معرفی کنم پلاگین تراپ کد پارتیکل هستش که اینم میتونید نصب کنید و میتونید باهاش پارتیکل و مثلا برق و ذرات و مثلا انفجار رو از این جور چیزا بسازید. دوستان پلاگین بعدی که میخوام بهتون معرفی کنم پلاگین رد جیانت ماجیک بولت هستش که ببینید به این صورت میتونید گزینه لوکس رو اضافه میکنه که میتونید تنظیم رنگ کنید. باید یه سری پلاگین هایی مثل کالر کالکشن هست برای رنگ و نور و از اینجور چیزا. و این سری پریست هایی هم آماده خودش داره که میتونید امتحان کنید. یه سری هم ابزار اینجا داره که میتونید اینا رو بذارید این پایین و تنظیمش رو کنید. حالا من کلا بعداً یه دونه آموزش در مورد ماجیک بولت لوک هم کامل میسازم. خب دوستان نگاه کنید یه دونه دیگه پلاگین هم اینجا هست، پلاگین رجیان یونیورس که ببینید این پلاگین رو وقتی نصبش کنید یه سری افکت هایی میاره که اولش با یونی شروع میشه و خیلی هم افکت های خیلی خفنی هستش و میتونید روی سوژه‌تون بنازید. مثلا ببینید من الان روی همین کاراکتری که جدا شده اگه یونی اکتر رو بنازم یه حالت سیبر مانندی برای من درست میکنه که میتونید حالا رنگاش رو تغییر بدید، از اینجور کارا هم میتونید انجام بدید و خیلی چیزهای جالبی داره توی پلاگین یونی که میتونید اینم تست کنید. دوستان این پلاگینی که میخوام بهتون معرفی کنم پلاگین تویکستر هستش که برای اسلوموشن کردن خیلی عالیه و شما میتونید خیلی راحت اسلوموشن بدید به کلیپتون. مثلا ببینید من الان دوتا کلیپ هم انتخاب شده، پلاگین تویکستر رو میندازم و ببینید یه سری تنظیمات اینجا داره. اسپید مثلا الان 100 میارمش، مثلا اسپید رو روی 10 ببینید به این صورت و راحت میتونید اسلوموشن درست کنید. ببینید مثلا میخوام اینجا سرعتش بشه 150%، ببینید خیلی سریعتر بشه. فاصله هاش هم اگه نزدیک کنیم خب سریعتر اتفاق میفته. ببینید حالا من این یه ویدیو کلی هم در مورد تویکسر میسازم و به صورت کلی فقط بهتون گفتم که این پلاگین رو نصبش کنید. دوستان امیدوارم که از این آموزش هم لذت برده باشید. لطفا نظراتتون رو برام بنویسید، کامنت انگلیسی هم بذارید و اگر هنوز ساب نکردید دکمه سابسکرایب هم بزنید. تا آموزش دیگر خدا نگهدار.